درود بیکران دوستان و عزیزان نشریه هارتس اسرائیل یک مقاله بسیار مهمی نوشته که البته از دل این مقاله من دیدم سعودی نشنال واکنش هایی نشون داد من واکنش های سعودی نشنال رو نیازمند به یک ویژه برنامه دیدم که در طول هفته فکر میکنم پنجشنبه من این هفته دو تا ویژه برنامه خواهم داشت پنج شنبه و شنبه حالا نمیدونم این برنامه که الان دارم میسازم کی میاد روی یوتیوب ولی پنج شنبه و شنبه شاید هم حالا شنبه مثلا تبدیل بشه به چهار نمیدونم دو تا ویژه برنامه دارم که یکیش در مورد همین داستان هارتس هست که واکنش سعودی نشنال رو ببینیم ولی در اینجا خود مقاله رو میخوام بخونم اما واکنش سعودی نشنال نسبت به این مقاله و مطالبی که بیان میکنیم مستلزم یک برنامه یک ساعت و نیمه است ترسی که به جان محور عربی افتاده از طریق رسانه های لندن نشین که اونجا باید یک سری مسائل رو باز کنم اما نشریه هارتس چه چیزی نوشت که خیلی از این در حقیقت مزدور خبرنگاران لندن نشین رو ناراحت کرد من اصل مقاله رو در آوردم که در اصل مقاله همونطور که میبینید با سراحت نوشته که اسرائیل هیچ گزینه نظامی واقعی در قبال ایران رو نداره مقاله به شدت طولانی است من اینجا میبینم که خود مقاله نزدیک 20 پاراگرافه ولی من نزدیک 12 پاراگراف 13 پاراگرافشو برداشتم نمیدونم همه رو بخونم یا یعنی. نه تا جایی که نیاز باشه یک نگاهی به این مقاله تون میکنیم و بسیار مطلب مهمی رو این مقاله نوشته گفتم یک ویژه برنامه هم در این راستا خواهیم داشت ولی فعلا مقاله رو آمارش نشون باشین میگه با بررسی شرایط فعلی و مقایسه آن با موارد مشابه تاریخی اسرائیل در حال حاضر هیچ گزینه نظامی واقع بینانه ای علیه برنامه هسته جمهوری اسلامی ایران ندارد یعنی تمامی حرفایی که ما میزدیم ای اسرائیل فلان داره میکنه دست بالا داریم در سوریه در آسمان پایگاه ایران رو میزنیم همه اینا مفته میگه مهمترین درسی که جمهوری اسلامی ایران از جنگ به شدت خسارت بار با همسایه خود یعنی عراق گرفت تصمیم برای بازگشت به مسیر هسته‌ای و همچنین توسعه موشک‌های بالستیک بود یعنی خود استرالیا دارن میگم میگم ما درس گرفتیم رفتیم سمت موشک و هسته ای اون وقت یک مش پفیوز اصلاح طلب بی همچون زیبا کلاما تایزادا و و و میگن ما چرا رفتیم سمت هسته ای موشکی ما موشک نمیخوایم تو خفه شو آقای رفسنجانی که تو استخر فرح خفه شدی آنکه اکبر جوجه نهارت استخر فرح در انتظارت آره میگفتش که نه ما موشک میخوایم دنیا دنیای دنیا اسرائیلیه داره میگه آقا اینا درس عبرت گرفتن رفتن سمت موشک دشمنمون بیشتر از این حرام لقمه اصلا طلبا میفهمه میگه که این در حالی بود که در جریان درگیری های جنگ ارتش صدام از سلاح شیمیایی استفاده کرد بدون اینکه غرب هیچ کونه پاسخی به آن بدن ببین اسرائیلی میگه عراق علیه ایران شیمیایی زده و غرب مثلا چیز اعتراضی نکرده صدای اسرائیلیا در اومده صدای نویسنده اسرائیلی هارتس در اومده میگه ایران برنامه هسته خود را به عنوان یک سیاست تضمین کننده بقای رژیم آیت الله ها احیا کرد تا غرب و اسرائیل را از توته برای تغییر رژیم باز دارد مقام های دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل تنها چند سال بعد در اوایل دهه 90 متوجه این موضوع شدند از آن زمان تا کنون دولت اسرائیل و رؤسای ارتش و مدیران موسال آمدن و رفتن حرف های تکراری و شعارها و ذکر مصیبت ها هرگز تغییر نکرده این رهبران انگار که یک مراسم مذهبی یا نماز باشند دائم زمزمه می که ما ایران را از دست به سلام هستی باز می داریم و ما همه گزینه ها روی میز است ما همه گزینا رو میذاریم از جمله گزینه نظامی هارتست داره مسخرهشون میکنه میگه که رهبران رئیس های موساد و نخست وزیرامون رفتن اومدن همشون هم انگار دارن نماز شب یهودی میخونن دارن زمزمه میکنن که آقا ما نمیذاریم ایران سلاح ای داشته باشه ما جلی ایران ایرانو میگیریم و گزینار رو میزه اینو به عنوان مسخره داره بیان میکنه داره تیکه میندازه به رهبران خودشون میگه اکنون سه دهه هست که رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل افکار عمومی را فریب دادن ببین دقت کن میگه اکنون سه دهه است که رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل افکار عمومی ما رو فریب دادن تا فکر کنن که اسرائیل در واقع یک گزینه نظامی علیه برنامه هسته ایران دارد آقا پوچه مشت اسرائیل پوچه کی داره میگه هارتس داره میگه میگه حقیقت این است که اگر چنین گزینه‌ای وجود داشته تنها زمانی بوده که این برنامه در ابتدای راه بود در سال 2008 میلانی یکی از اعضای کابینه امنیتی که به این موضوع رسیدگی میکرد به من گفت که اسرائیل فرصت خود را برای تخریب تاسیس هسته ایران را زمانی که آنها هنوز در مراحل ابتدایی خود بودن و جورج دبلیو بوش در کاخ سفید بود از دست داده یعنی میگه ما می‌خواستیم حمله کنیم اون موقع در دوران بوش حالا دلیلی که این در اون زمان نتونستن حمله کنن یکی شزبالله. بهتون گفتم حزب الله دقیقا باعث شد که اسرائیل نتونه در آن زمان حمله کنه به ایران و اینجا نقش حزب الله برای ما واقعاً به صورت میدانی سایه جنگ و از سر ایران برداشته اینجاست که ایرانی ها مدیون بچه های حزب الله لبنانن این توی این قضیه شک نکنید پارتس الاب دوستان حال میکنن دیگه یه حالی بکنید میگه که آقا اگه چی نیست پس چرا عبارت تکراری گزینه نظامی حالا خودش سوال میکنه میگه اگر چنین است که ما دیگه مثلا موقعیت حمله به ایران رو نداری پس چرا عبارت تکراری گزینه نظامی همچنان شب و روز شنیده میشه همچنان این رهبرای اسرائیل هی شکر میخورن بابا بس دیگه خفشید دیگه یه صدای خودیاتون در اومده میگه چرا ما اینو هی میشنویم میگه به ویژه اکنون که موضوع احیای توافق هسته ایران با شش قدرت بزرگ جهانی بار دیگر رومیزه است چرا ما هی داریم این حرف گزینه نظامی رو میشنویم این موضوع عمدتا برای این مصرف داخلی است حالا هارتس جواب نمیگه داره ما رو خر میکنن رهبران اسرائیل دارن ما رو خر میکنن اینا نمیگن که ایران بشنوه دارن میگن که مردم اسرائیل آروم باشن تو شهرک های صهیونیستی میگه اما در ضمن از تمایل چهرههای سرشناس به اعتبار قائل شدن برای خود به واسطه توانایی که واقعا ندارن نیز ناشی میشود میگه دو تا دلیل داره یکی که ما شهرک نشینای صهیونیستی رو بخوان آروم کنن دومیشم اینه که این های سیاسی ما میخوان برای خودشون یه اعتبار دورغکی درست کنن میگه سخنانی میگویند که هیچ مبنایی در واقعیت نداره ما هم همیشه گفتیم اینا با واقعیت میدانی کاری نداره حالا هارتست داره حرف میزنه میزنه ترسیدن آخه برای اینکه گفتم یه ویژه برنامه داریم توی هفته میگه سخنانی میگویند که هیچ مبنایی در واقعیت ندارد و مانند دومی که سگ تکان میدهد این عمدتا گواه دید بسته و نبود تواضع در اسرائیلیاست گویی اورشلیم فکر میکند که میداند چه چیزی به نفع آمریکاست می خودش داره به خودش حمله میکنه یعنی قشن نقد به خودش رو کرده میگه یارو مرتیک داگان و این یارو مرتیکه پاردو هر دوتاشون رؤسای پیشین موساد بوده این پاردو و اون مرتیکه داگانه اونم اون داگانه خیلی کثیف بود میگه که هر دو میدونستان هر قط هم که موفق باشن اگه ایران مصمم به ساخت بمب هسته‌ای باشه عملیات آنها مانع این کار نخواهد شد ببین آرتس میگه که رهبران گذشته موساد فارغ از هارت پورتایی که میکردن میدونستن که اگر ایران واقعا بخواد هسته بشه هیچ قدرتی جلوشو نمیتونه بگیرم چه ایران اول قدرته حالا برید برای ما سر اون فیلم مرتی که تابگان رو درست کنید که تام کروز بازی کرده دیشب دیدم چقدر مسخره بود حالا اونم بعد هفته دیگه برنامهش کنم واقعا خنده داره میگه به گزارش منابع خارجی موساد از سال 2009 به این سو ده ها عملیات خرابکارانه علیه تاسیسات حسیه ایران انجام داده و دست کم ده دانشمند حسیه ایران را ترور کرده است البته بیشتر تاسیسات آسیب دیده به کار بازگشتند و جانشین دانشمندان ترور شده نیز استعدادشان از قبلی ها کمتر نبوده میگه ما رفتیم ده تا از اینا رو کشتیم ولی کسانی که جانشین شهدای هسته ایران شدن در عمل نشون دادن که دست کمی از اونا ندارن <laughs> یکی بکشی آقا دوباره رویش پیدا میکنه حالا خودش پاسخ میده میگه حتی ترور کسی که او را به عنوان پدر برنامه هسته نظامی ایران یاد میکردن یعنی محسن فخری زاده درود بر روان پاکشون میگه یعنی محسن فخریزاده در سال 2020 نیز این پروژه را به تعویق نینداخت میگه با وجود حملات موفق به تأسیسات سوریه و عراق اسرائیل گزینه واقعی برای نابودی برنامه هسته ایران ندارد چرا تام کروز رو بفرستید مثل اون فیلمی که الان درست کردید میره قشن نابود میکنه اینقدر مسخره بود این فیلمی که تام کروز بازی کرده از یه بابتایی اصلا با شعور انسان بازی میکنه میگه ایران از سوریه و عراق درس گرفته و داریایی هستی خود را در سراسر این کشور پهناور کرده چرا در سراسر این کشور پهناور گسترده کرده ایران دهها مکان مختلف برای پیشبرد زنجیره ای دارند استخراج اورانیوم فراوری و تبدیل آن به گاز قنیسازی و ذخیره سازی ضمن اینکه برخی از این تاسیسات نیز در اعماق زمین قرار دارند در نزدیک حالا حالا توضیح میده یک جایی که در مورد حالا داشته های ایران میگه مثلا تاسیسات قنیسازی اورانیوم نتنز و فر... فردو و در نزدیکی فردو بله در نزدیکی شهر عراق نیز ایرانی ها یک راکتور آب سنگین دارند که میتواند حالا فلان کنه فلان کنه فلان کنه اینا که دیگه به درد ما نمیخوره تا میرسه اینجا میگه جنگنده های نیروی هوایی چون طولانیه خیلی مقاله طولانیه میگه جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل در صورت وجود امکان سوختگیری تقریبا به هر نقطه ای از ایران میرسن اما اسرائیل بم افکن بمب سنگر،, سنگر،, شکن ندارد بمب های بسیار سنگین و آسیبزایی که از بمب افکن های بی 52 آمریکایی انداخته میشوند. مقامهای مقام های از دولت اوباما خواسته بودن که چنین تسلیحاتی رو در اختیارشان بگذارند اما این درخواست در آن زمان رد شد یعنی آمریکایی ها حاضر نشدند هواپیماهای بمب افکن بی 52 رو در اختیار اسرائیل قرار بدن میگه ما اصلا نداریم یه همچین بمبای سنگر شکنی که بتونیم به زیر زمینی که ایرانیا دارن تاسیساتشون رو درست میکنن داشته باشیم میگه الان مشکل دیگر هم اینه که هر عملیات اسرائیل بر فراز ایران به صورت یکباره انجام نمیشود بلکه در چند مرحله صورت میگیرد و اگر فرض کنیم حمله اسرائیل فقط تا اندازه موفق موفقیت آمیز باشد ایران با نیروهای نیابتیش در قبال آنها چه بهایی به منطقه تحمیل خواهد کرد میگه حالا فوقش اصلا ما فکر کن هم داشته باشیم ما بریم تاسیسات هسته‌ای ایران بزنیم آقا نیروهای نیابتی ایران رو چیکارش می‌خوایم بکنیم میگه چند هواپیمای اسرائیل سرنگون میشه و تازه تو این عملیات چند خلبان اسرائیل کشته یا اسیر میشوند؟ همه علامت سوال گذاشته یعنی میگه هزینه خیلی بعد بپردازیم در برابر ایران میگه وقتی جمهوری اسلامی ایران و حزب الله هزاران موشک شلیک کنن چه چند اسرائیلی در خاک اسرائیل کشته میشن نگی اوزا در حال حاضر به این ترتیب است و سالها تغییر چندانی هم نداشته که ایالات متحده تنها کشوری محسوب می شود که گزینه نظامی علیه ایران دارد اما آمریکایی پس از جنگ هایشان در افغانستان و عراق در طول دوران ریاست جمهوری ترام و نیز دوران بایدن از این مسیر اجتناب می کنند و بسیار بسیار ارتش آمریکا بابت جنگ در عراق و افغانستان خسته به نظر میرسد. نقطه سرخط بنابراین دوباره در ته مقاله به این نتیجه میرسه که اسرائیلیا نه گزینه نظامی دارن و فراتر از اون نشریه هارتس میگه نه توانایی دارن خاک بر سر کارشناس ها که نه کارنشناس های سعودی نشنال و بی بی سی که کارنشناس میارن میگن بله اسرائیل قدرت اگه بخواد حمله کنه حمله میکنه کجا را حمله میکنه اسرائیل به کجا میتونه حمله کنه خود نشریات اسرائیلی دارن میگن نه ما گزینه نظامی داریم علیه ایران در واقعیت که واقع بینانه باشه نه توانایی حمله به ایران داریم چرا تو توی بی بی سی و سعودی نشنال و محت کودک من و تو محت کودک من و تو محت کودک قبلا برنامه استیج و اکادمی گوگوش و شعر نرو این چرت و پرتا میزشی چی شد برنامه رفت به سمت فقط بحثه سی, ای سی و برای همین مشتری تو از دست دادی وقتی تو مشتری اهل عشق و حال اینا رو میای جذب میکنی بعد برنامه دیگه نداری برای اینا پخش کنی میری به سمت برنامه سازی شبیه بی بی سی و سعودی نشنا خب بیننده تا از دست میری سعود این به محد که من و تو هم داره ارده خارج میشه مثل صدای آمریکا صدای آمریکا که خیلی وقت خارج شده به نظر من من و تو هم دیگه داره اراده خارج میشه اما کار که دعوت میکنید میگید استای توانایی مقابله با ایران داره برنامه داره میتونه حمله کنه که اون گوش نشستی خفه شو برای که نشریه هارتست داره با دلیل من مقاله طولانیه من بخشش خوندم مقاله بسیار طولانیه و با سند و مدرک داره میگه که آقا جان توانایی نداریم ارزه نداریم برنامه نداریم خاک بر سریم باید آماده شنا کردن در دریا باشیم و و و و که از دل همین مقاله من یک گزارش مهمی رو سعودی نشنا رفتش که اون گزارش رو در طول هفته بنده ویژه برنامهش خواهم کرد. قرمتون برم. عاشقتونم. همتون به احور مزه ایران میسپارم. بدرود.